وارگیری شرکت میکنی بزن دیویسیش میبینی و تو یه پراید سفنام کرده بودی میری زیرپایی پراید میخری آیا اون زیرپایی پراید بود دیویسیش میخوره؟ نه اینو خب این باید باشه من بخوام اونو درست کنم دیگه. خب یه چیزی هم بگم جالب بود مثالت ولی به این فکر کن که من غور نزدم فقط بودم مادر این ابعاد و تو قبل دونم چه لکی بود همون لحظه هم اومد چشم رو گرفت نمیدونم پارچه لک داشت از اول یا اونجا رنگ گرفته نمیدونم داستانش چیه حالا با امتحان کنم ببینم تمیز میشه یا نه ولی خیلی خوشگل شده خیلی حالا بذارین قشنگ کامل بشه دومی مادر خسته نباشی برداشت سیاهش خب بگو چی شد دیگه حتی ویدیو میخوایم بگیریم اصلا داستان داریم همکنون ذوق دارم اگه گفتید چه خبره فکر میکنید چی پشت این وانت باشه نه نه ببینم بچه ها میتونن حدس بزنن چرا نیمدن داخل قلبم گرفت گودی گودی چی کار داری میکنی؟ یعنی چی مبل اومده سر بچه ها بذارید بهتون بگم خیلی ذوق دارم ذوق دارم چقدر زیاد به خاطر اینکه مبل ها امروز رسیده هر کسی جای من بود شاید دیگه ناراحت میشد ذوقم نداشت به خاطر اینکه چند ماه شده عزیزم دو ماهه من آره. یادمه قبل اینکه خیلی قبلتر از اینکه برم آره. الان 34 روز من عمل کردم آره دو ماهه که مبل ها نداشتم عادل پایه ها رو همون جور که تو ویدیوهای قبلی دیده بودی آماده کرده گذاشته این مبلا به نظر من فوق‌العاده شده این رنگ به این مبلا خیلی میاد اما عادل الان باید بیاد دسته هاشو درست کنه و اینکه اینو به اون مبلا به اون پایه ها بچسبونه پایه رو تغییر دادیم حالا در آخر میگم چه تغییراتی کرد دیگه بگید که خوب شده یا نه این بودی بودی نمیدونم چرا ناراحت شده مبل آوردی یعنی چی؟ حسودی میکنن آره نمیدونم چرا حسودی میکنن یه تیکش بسه. آره یه تیکه فقط رفتا قایم شدم اونجا فندوق نمیدونم چرا بچم فندوق چی بود؟ چی شده؟ احساس ناراحتی چرا مبلات نبودی هم اومده؟ نه شاید منتظره که این پایا درست شه بره زیر مبل به چیز یاد قدیم ها خب بود هم شد؟ نه دونه مبلا رو عادل سلام نکردی حواسش نبود حواسش نبود عادل اینقدر الان چیز داره استرس این که اونا رو با بس کنه و میدونم مدل کار داره ولی اول اینا رو باید وصل کنه چون سر صدا بعد نصفه شب میاد میپیچه نمیشه اینا رو باید وصل کنه و من یه کاری میکنم که اون چیزها رو هم وصل کنه امشب برام اینا رو من که با خیال راحت میتونم کابینت ها ادامه کابینت و آشپز کنم مرتب کنم اینا رو میخوام بدم که برام وصل کنه چون صدای پیچ و اینا دیوار کوبا آره دیوار خوبا بچه دیوار خوب بیا بیا ستا دیدم خیلی دیدم بابا آره نشون دادم که چقدر زیبا چقدر خوشگله دوست آره. با سلیقه یه من عالیه کجاست دیده میخواد منو شکار کنه بایستا اینا این آقا تازه اومده بیرون میخواد بره این زیر الان بخوابه خیلی به نظرم خوب شده عالیه مریم برو آره دیگه امروز همه تون هستید که بازه آقا ببینید که ما چی کار کردیم واسه مبله این فندقه الان ببینید چه وقت خوب شد گلدسته عالیه بذار بچه ها نگاه کنید چقدر شیک میشه عالی میشه فقط یکی دیگه میشه من اینجاش یه لکیه فکر کنم همونجا اون میره تو دسته آره میره ولی این خب حیفه دیگه ولی رنگه آره یه کاری کردن یه لکی هست اما فکر کنم با شامپوی مبل بره ستار حالا آره. باز بچه ها شاید روی حلی داشته باشن بیام برات کامنت کنم خوشگل نشد عالی شده بچه ها شما نظرتون رو بگید دیگه آره نظرتون بذارید تموم شه
از آخرش هم ویدیو میگیرم، بعد بگید به نظرتون این مدلی قشنگتر یا اون مدلی که بود. من که از الان میگم عالیه. منم میگم عالیه چون رنگش واقعا عالیه. نه اصلا فکرشو نمیکردم اینقدر خوب از آب در بیاد این رنگ. گذاشته بودی اون چیزاشو؟ چی رو؟ اون قبلشو که رنگش رو رفتیم انتخاب آره، کردیم. آره. میدونستم بچه ها آره. یه هوا تیره تر داریم چیز میکنیم. آره چطور افتتاح کرد؟ اشتباه ولی چطور اشتباه ننشستی ولی نه درست نشستی؟ آره آره درست نشستی. سلام چقدر قشنگ شده. خیلی قشنگه، خیلی خوش رنگه، خیلی قشنگه. همه بچه ها خوبید؟ دارم خوده بال خیلی قشنگه. آره زمان خوش مال آمد. بای تو رو خدا نه الان داشتم میگفتم داشتم امتحانت میکرد. چقدر اون یکی بال شده خیلی وای دهنت چقدر پایه‌هاش قشنگه. خیلی خیلی عادل فوق‌العاده درست نگه خیلی بهتر نشد. بیا من خوبه ستار؟ من یه دونه پیدا نمی‌کنم. سلام علیکم. من هم قدیمی نشستم. خط درست شد ولی روم میشنم. این هم دقت کردی که رنگ شد؟ چرا متوجه نمیشید هیچ کدومتون که این رنگ شده؟ دیدی حتی مریم هم متوجه نشد. این رنگ کردین؟ این رنگی بود؟ بود. دیدی دیدی حالا اینجا داره با من دعوا میکنه. نه نه خیلی روشن‌تر بچه ها شاید باورتون نشه ولی اتفاق افتاده. شاید عصبانیت عادل فروکش کنه. بگی چی شده؟ نمیگم من حرف نمیزنم. بگو بگو میشنویم. اینا بچه‌ها میتونن حدس بزنن چه اتفاقی افتاده؟ چی شده؟ پایه‌مو بزرگ دیگه. من چه تقصیر منه؟ نه تقصیر منه. نه تقصیر اون بچه است. که حواسش به کار نیست. آخه نه تو یه جور میگی انگار تقصیر منه. من ابعاد نداشتم که طبق همون پایه قبلی من اینو درست کردم. من چه می‌دونم این می‌خواد کوچیک‌تر بشه. ابر جون می‌خواد برداشته بشه. نه نگو نمی من چه می‌دونستم. خب حواست نبود ولی خب حواس نیست که من مبلم باید باشه غالب من باید باشه من اینو درست کنم. من تا صبح بهت توضیح بدم تو میگی تقصیر منه. جالبه میگه من چه میدونستم که این دسته. حالا خوبه نه من دادی زدم نه فریادی کشیدم. فقط گفتم که آره جا من یه چی به توضیح بدم. بگو تو میخوای بری یه ماشین 206 بخری. خب ولی نه واسه چی قرار کشی شرکت میکنی مثلا 206 میبری و تو یه پراید ثبت‌نام کرده بودی میری زیرپایی پراید میخری. آیا اون زیرپایی پراید رو 206 میخوره؟ نه اینو خب این باید باشه من بخوام اونو درست کنم دیگه. خب یه چیزی هم بگم جالب بود مثالت ولی به این فکر کن که من غور نزدم. فقط بودم مدل این ابعاد رو تو قبلش باید میگرفتی. تو گفتی از چیزی به ابعاد نه گوش کن تو گفتی این پایه رو از پایه اون مبل قبلی اندازه گرفتی درسته. خب تو هوا کردن دیدی همه اینا عقب جلو کمتره. خب باشه به حرف من گوش بده ببین آخرش چی دارم میگم. تو میدونستی ما دسته مبلو داریم تغییر میدیم. الان چیزی از نظر من تغییر نکرده مهم نیست. خب ولی عذابش برای تو میمونه که دوباره باید اینو ببری دوباره نمیدونم رنگش میگی فلان میشه. وگرنه الان حالا یه روز دیرتر برای من مهم نیست دیگه. این همه دو ماه مهم نیست. الان دو ماه بچه خدایی فکر مانی الان یه روز برای من فرقی میکنه دو ماه منتظر موندم. یه روز میتونی اینو درست کنی؟ آره به قول خودش این مبل نمیتونی؟ تو چند روز میتونی عزیزم؟ خور بوده به ستار امروز مبل دیدم خب همینطوری بدون پایه بودم. بعدم هی داشتم فکر میکردم این میز چقدر کوتاه چقدر باحال این خارجی ها بودن کوتاه بود. همونطوری بشینیم یه مدت هم اینطوری میدیدیم. هم مشکلی نیست الان این پایه ها بچه ها پایه اینو این کنجی با پاف عالی شده ولی این دوتا یه دونه این که دسته داره و این یکی که دسته داره
این دوتا به مشکل برخورده، سایزش بزرگتره، عادل باید دوباره کوتاه کنه. آقا فندو چرا شما یاد گرفتی بری زیر کابینت؟ ازش موجود گرفته بودیم دیگه. خب گرفته بودیم، دلیل نمیشه بیاد اینجا بره تو، بیا تو آشپزخونه بره زیر کابینت. بچه ها چهره شادمان آقا عادل رو نگاه میکنید، دیروز خیلی عصبانی بود، امروز رو براتره. چون دیگه رو بخوای تعمیر کنی از درست کردنش بدن خیلی سخت داری. آره درست کردن بردم ایش، ولی خب حالا میدونم عصبانی شدی، ولی راستشو بگو الان که دیگه آرومتری به این نتیجه رسیدی که نمیگم تو مقصری، تو بر اساس اون پایه قبلی و دسته قبلی اومدی اندازه گیری کردی، ولی دیگه این من مقصری نیزم، ولی امروز علیه ها مفتون مقصری. خب گفت تو باید کار خودت باید بدون چی بابا کنی. آره ولی من گردن نگرفتم. دیدی دیروز هم گردن نگرفتی، اصلا تلف کار بودی، یکم مونده بود ما رو بزنی دیگه. بچه ها خیلی خوشگل شده اینجا، نمیدونم چه لکی بود همون لحظه هم اومد چشم رو گرفت، نمیدونم پارچه لک داشت از اول یا اونجا رنگ گرفته، نمیدونم داستانش چیه، حالا باید امتحان کنم ببینم تمیز میشه یا نه، ولی خیلی خوشگل شده خیلی. حالا بذارین قشنگ کامل بشه براتون ویدیو بگیرم ببینید که به نظرم اینم خیلی قشنگ میشه، دو پاپ شب بشه. آره یعنی اونم آره اینجوری کنی پایشو ها میتونی این کارو بکنی عادل، میدونی چرا میگم؟ میدونی چرا میگم؟ البته زیرشو نمیدونم مثلا یه جوری باشه که چیز نشه، خطرناک خیلی میشه، خیلی بلند میشه پایه. آقا این پاپ خیلی کنی آره. از اون پاپ میدونی چرا میگم؟ چون هر کسی که میاد بچه ها یه مشکلی که ما داری این مدل پاپ میز نارخورمون جوریه که هر کی داره در میاد داخل یهو شطرق میخوره به این دادش در میاد. آره هر کی میاد محکم میخوره بهش، اذیت میشه. خلاصه عادل امروز یه ذره زودتر اومد که بتونه این مبلای منو سرهم کنه، به امید خدا فکر کنم فردا، حالا باز قول نمیدم به شما، شاید اصلا نشه، لوستر گفته حاضر میشه، من باید برم لاهیجان اونم بگیرم، دیگه میتونم مادر شوهرم اینا رو دعوت کنم بیان ببینن خونه چجوری شده. خیلی ذوق دارم، خیلی ذوق دارم، دوست دارم زودتر دعوتشون کنم. اینم درست کردی دیگه ده؟ این یکی آره، اینم که پیچ کردی، ببین چقدر عالی شده، خیلی عالی شده. اونجا میشه الان نشست اینجوری؟ آره بابا بدر نمیخوره. آره عالیه، ولی یه چیزی که از جای خوابمون خیلی بزرگتر شد. آره بریم بریم بخوابی واقعا؟ اون دیگه آره 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 خیلی خوب شد، خیلی خیلی خوشحالم که اینو تغییرش دادیم، خیلی حس خوبی داره به من میده. آره بابا پایه‌هاشو کلاً عوض کردیم، دستاشو تغییر دادیم، رنگشو، همه چی تاثیر داره. ولی رکوب کار خیلی اصرار داشت. آره دستشو آره پایه‌اش هم گفت تغییر دادیم، ولی من واقعاً دیگه دلم نمیخواست اونجوری استفادهش کنم. خیلی خوب شد. عشان نهارم درست کردم به خاطر این همسر قربونت بره. مثلا میخوام چیز کنم همسر عزیزم قربونش برم، اینقدر داره برام زحمت میکشه، منم غذای مورد علاقهشو درست کردم، لوبیا پلو، جای شما هم سبز، عادل خیلی دوست داره، من با گوشت چرخ کرده درست میکنم جان؟ سبز بابا جان خیلی کم کم آن نمیدونم بچه ها متوجه شدیم نهار بخوریم برای اون اصل کار اون هست. آره بچه ها عادل این قسمت رو کامل درستش کرد، منگنه هم زد، فقط اینجا رو یادش رفته بود از این پارچه ها بده، من ساک داشتم، عادل میگم اینو بازش کن بزن بذار دیگه تموم بشه، حالا وصل کنه به پایه و دوباره یه دور دیگه ازش بگیره، فکر نکنم به زودی بشه. آره اینو اینجوری باز کنیم میشه آده اون سمتم باز کن، ساکه چیز خریده
خیلی حالی شد. سه همسر هنرمندم درد نکنه. این بزرگه. هم مراقب باش که پاره نشه. دیگه ندارم. بعد جالبه دو تا داشتم. دو تا از این ساکا. یکی هم اینه. اینو گذاشتم برای اون قسمت مبل. یه بزنم این چطور هم؟ آره کامل اندازش. ایده خلاقانه. مثلا دولایه بزن آده. دولایهش کن. نه این وری از وسط تا کن. فکر کنم بشه. ببین آره. ما قوی تر کار میکنیم. اینجوری بهتر. فیلم باید ببینه خودش. چجوری از والا آره چجوری کم میاریم ایده خلاقانه استفاده میکنیم. چه امضا کجا رفته؟ آره رفته این سمت. دومی دسته مبل عادل باید نصب کنه. دوباره این زیر پا رو باز کردی. مثلا من اومدم کمک کنم ببینی چی کار کردم با دستم. بعد عادل گفت دیگه نمیخواد تو کاری انجام بدی. سرصدا میکنه پونباخه. آره پونباخه نیدنش بسیده میده. خسته نباشی. خب بگو چی شد دیگه. حتی ویدیو میخوایم بگیریم مثلا داستان داریم یا یه چیزی صدا میخوره یا اصلا کلن امروز باز هم ما نتونستیم انجام بدیم داستان رو. آره باز عادل اومد دستا رو بس کنه یه مشکل دیگه پیش اومد دیگه رفت سر کار. بالا پای بس کردم دیر شد ساعت 4 نیم شد رفتم دوباره کار دو کار کردم اینکه پاره برگشتم حتی تموم کردم 8 شب بعد. آره داره شام میخوره. آره آخه این رو نگاه کنید. اینم از مبل زیبای ما به نظر من که عالی شد. بچه‌ها یادتون باشه اینجا دستش چوبی بود. من گفتم میخوام ساده باشه. پایین چوب گفتم میخوام تغییر کنه. حالا زمانتی کار میکنی؟ انتخاب شده. آره. من چهار پام چیزی درست کنیم میذاریم کل خونه رو بخواهیم بیاریم بالا بپریم. جالب میشه. اون گوشه هم یادتون باشه چوبی بود که حالا نشیمن شده. یه تخت خواب شده. آره. وقتی این پافو میاریم اینجا کامل میشه به عنوان تخت استفاده کرد. موقعی که مثلا مهمون میاد خیلی خوبه. نه اینکه مهمون بیاد اینجا ما خودمون میایم ولی منظورم اینه که خیلی خوبه. مثلا الان دیگه دو تا اتاق داریم برای مهمون ما میتونیم بیایم تو پذیرایی بخوابیم. بعد پایش هم نگاه کنید چقدر تغییر کرده. چقدر خوش رنگ در آورده عادل. اصلا فکرشو نمیکردم عالی شد این رنگ بین عالیه. بعد بعدم بذاریم دیگه. آره قبلشو بچه‌ها دیدن دیگه. بچه‌ها خودتون برید ویدیو رو نگاه کنید تو رو خدا چون عکس فکر کنم از مبل دیگه ندارم که بذارم. ولی ببین چرا عالی شده. این پایه تغییر کرد این دسته. بعد این پایه بعدم بزرگ بود. من پایه دو تا چیزه بودا گردم. آره اونو که دیگه عصبانیت تو بچه‌ها دیدن. آره این حالا نمیدونم چرا مریم و اعظم دیروز اومدن متوجه این قضیه نشدن که این رنگ شده. بچه من میخواستم این همین رنگی بشه. آره خود رنگ میگم ولی یه فرقی با اون قبلی کرده. این مقدار زرده. آره زردتر شده. حالا نمیدونم شما چرا متوجه نشدی. حالا نظر دیگه بعضی ها میگن باید رنگ بکنی یا بعضی میگن همین رنگ. بهم به
مرور زمان یکم زرتر هم میشه. آره حالا نظرتون رو بگیم، ولی من اینجوری دوست دارم. حالا شما اگر بودید به تو با توسی اینو چه رنگی میکردید؟ ما مشکی هم دوست داشتیم، ولی مشکی احساس کردیم دیگه ذره زیاد تیره میشه، بخاطر همون این دوست داشتم. آره این سبزی اونم حالا اونم هم نصب کردیم، خیلی خوشگل شده. یه برگ حسیری هم دلم میخواد بزنم این گوشه این پایین. آره دقیقا همینجا. حالا برم برای لوستر، اگر داشت اونم میخرم. اینو چیه؟ جای چیه؟ هم دارید دکوریه؟ دکوره و میتونی اصلا به عنوان سینی یا به عنوان آره سبع جانونی جای تخمه مرغ هر چیزی سبزی بریزی هر چیزی میتونی استفاده کنی. واقعا برای این کاسه کم آوردیم میاد میاد برمی‌داریم میتونیم. آره اینم خیلی عالیه. خلاصه که عالی شد دیگه. نظرتون رو حتما برام کامنت کنید. میدونم خیلی زمان برد و خیلی وقت شاید عصبانی هم شدم از اینکه چرا مثلا همه چی در هم میشه، ولی دیگه باور میکنید منی که همچین شخصیتی دارم سر مبل دیگه ذره دیگه خودم رو بل کردم، رها کردم، گفتم هرچی شد، ولی عالی شد. ببینید دستورم واقعا درست کردم. خب دیگه حالا میتونید بهش کنید. عالیه. بچه واسه این قسمت کوسنم گرفتم ولی هنوز خبری ازش نیست. امیدوارم که یه دونش خیلی خوشیدش. من خیلی منتظرم که اون کوسنه بیاد. آره بعد قرار بود در روزه برسه ولی الان 17 روز شده. امیدوارم که برسه به دست من تا من مهمون دعوت میکنم اونم باشه، که دیگه خیلی به نظر من زیبا شده دیگه، دوستش داریم. حالا اینو این پافو باید برداریم. ما اینو عادل همینجوری آورده، اون بچه پاف نداره رفته اونجا. آره آره نه نه اینو میخواستم اینجا بذارم بعدن راست میگی بعدن حالا عکس میگیرم بچه‌ها میبینن. خیلی قشنگ شد. خیلی مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. نظرتون رو برام بنویسید، بگید که ارزش داره آدم یه چیزی رو تغییر بده یا اینکه راحت بره بخره حاضر بیاره خونه. من الان خیلی استرس میزنارخوری رو دارم که قراره بفرستیم برای میگم نقاشی برای همین دوباره روکش و فکر کنم خیلی طول بکشه، ولی دیگه خودم اون رها قراره بکنم. داریم متره. خلاصه این که دوستتون دارم. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. نظرتون حتما نظرتون رو برام بنویسید. تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدارتون. 30 31